به نام خدا و با عرض سلام بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. شماری از باشنده ها و نماینده های مردم ولسوالی دانگام از عملکرد حکومت و نیروهای خارجی در نبرد این ولسوالی ناراضند. آنان میگویند در حالی که نبرد سنگین با تحریک طالبان پاکستان در این ولسوالی به روز ششم رسید، تا اکنون هیچ حمله هوایی از سوی دولت و نیروهای خارجی صورت نگرفته است. نیروهای امنیتی طالبان را بازداشت کردند که حتی کلمه طیبه را خوانده نمی توانند. طالبانی که همواره ادعا می کنند در برابر دولت و نیروهای خارجی جهاد می کنند. در این حال امنیت ملی یک نوجوان انتحاری 13 ساله را بازداشت کرده که می خواست خود را در یکی از بخش‌های مزدحم شهر کابل منفجر کند. مراسم عروسی دستجمعی 50 زوج جوان دیروز در ولایت پروان برگزار شد. مخارج عروسی این 50 زوج جوان از سوی یک بازرگان پرداخت شده است. باشنده های پروان و کاپیسا تاکید دارند که برای جلوگیری از مصارف بیجا در عروسی ها باید مراسم عروسی به گونه جمعی برگزار شود. پروژه اسفالت یک جاده به درازای 6 کیلومتر در ولایت فرا با هزینه بیش از 60 میلیون افغانی از بودجه وزارت انکشاف دهات تکمیل شده است. محمد عمر شیرزاد سرپرست ولایت فرا میگوید با تکمیل شدن کار این جاده شمار زیادی از روستاها با مرکز شهر وصل شدند و در زندگی مردم تاثیر مثبت گذاشته شده است. به گفته شیرزاد هزینه این پروژه 63 میلیون افغانی است که از بودجه وزارت انکشاف دهات کشور پرداخت شده است. امسال هیچ سرمایه گذار خارجی برای بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری و یا آغاز سرمایه گذاری های جدید به افغانستان نیامده است. اتاق تجارت و صنایع میگوید که مشکلات انتخاباتی امسال و حالا افزایش ناامنی ها و معرفی نشدن کابینه سبب شده است تا سرمایه گذاران خارجی افغانستان را گزینه مناسب برای سرمایه گذاریشان ندانند. جذب سرمایه گذاری های خارجی و یا داخلی در هر بخش که باشد سود می آورد. هر کشور به شمول افغانستان تلاش می کند این گونه سرمایه گذاران را تشویق کند. اما امنیت و راهکارهای ساده برای سرمایه گذاران یک نیاز جدی است که بر تصمیمشان مهر تایید می گذارد. نزدیک به نو ما می شود که هیچ سرمایه گذار خارجی حتی برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری به افغانستان نیامدند. در حالی که پارسال سرمایه گذاران امارات، استرالیا، هند، جمهوری چک، قطر، آذربایجان و دیگر کشورها به افغانستان آمدند تا در بخش‌های هوانوردی، ساختمانسازی، ترانسپورت و راه آهن سرمایه گذاری کنند. تا هنوز کابینه اعلان نشده و بعضی طرز تفکرهای مختلف وجود داره و از طریق این تاثیر کرده بلای امنیت خراب شده. شما می‌بینید که امنیت از پارسال که خراب هستند، یک قدر مشکلی که ما علی داریم پارسال نداشتیم. به می اساس تا اگر زمینه سازی نشود سرمایه‌دار خارجی دل خود چیز نمیکنن، یعنی نمین. سرمایه گذاران خارجی که پارسال و سالهای پیش از آن تصمیم سرمایه گذاری در افغانستان داشتند تا حال درکشان نیست. شاید ناامنی های روزافزون در شهر کابل آنان را واداشته است تا بر تصمیمشان تجدید نظر کنند. سرپرست وزیران هم هیچ برنامه‌ای برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران ندارند. مقصر هم نیستند، چون می‌دانند که پس از مدت کوتاهی از سمتشان برکنار می‌شوند. متأسفانه با در اثر نبود یک برنامه روشن سرمایه‌گذاری و پالیسی‌های معین سرمایه‌گذاری و چگونگی مسئله مایا و غیر مایا و عدم روشن کردن مزیت‌های نسبی ساعات چی جغرافیایی چی ساعات سکتوری افغانستان، در حقیقت خارجی ها در یک سرمایه گذاری خارجی در یک تاریکی قرار گرفتن و سرمایه گذاری خارجی در افغانستان حتی ریسرجش میره بند بست گیری بیه. در صورتی که وضعیت سرمایه گذاری به همین گونه ادامه یابد، افغانستان سال آینده بدتر از امسال به مشکلات بودجوی روبرو خواهد شد، زیرا تا حال هیچ حرکت در سرمایه گذاری های تازه صورت نگرفته است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرده است.
پوتین روز گذشته گفته است کشورهای گروه پنج به اضافه یک برای رسیدن به توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک شدند. و گفته پوتین با دست یافتن به یک توافق نهایی رابط اقتصادی میان تهران و مسکو تقویت خواهد شد. این در حالی است که ایران و گروه پنج به اضافه یک مهلت گفتگوهای هسته‌ای را به مدت 7 ماه دیگر تمدید کردند و گفتگوهای بعدی در ماه جولای سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. از امروزتان و خبرهای این ساعت سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدار.